سلام و عرض ادب خدمت دوستان، من امیر اسماعیلی هستم. یه نکته آموزشی میخوام بگم. البته خیلی از سوال دوستان شما، دوستان عزیز در پیج من بود که از من سوال پرسیدین. امروز میخوام به اون سوال جواب کامل و تکمیل بدم. در مورد 3 هدفی، 4 هدفی، 5 هدفی امکان داره چه اشکالی برای شما ایجاد کنه؟ چه بحرانی برای شما ایجاد کنه؟ دوستان عزیز، هدفهایی که در دوران قدیم در فاصله های بسیار مشخص شده و معینی مثل 2.5 تا 3 متر نسبت به هم قرار میدادن، به صورت مثلثی یا ستاره 5 تایی، 5 پر یا ستاره 6 پر، اینها هر کدوم دارای میدان و دیواره های خاص خودشون هستن که معمولا طلا دیواره 3 متر در 3 متر داره و به بالاتر، البته یعنی 3 متر در 3 متر به بالاتر داره. خب شما حساب کنیم، همون به اصطلاح اهداف مثلثی رو براتون مثال بزنم. اگر به صورت مثلثی یه هدف اینجا، یه هدف هم اونجا، یه هدف هم پیش این قسمت، پیش درخت باشه، اینها میدانهاشون تداخل میکنه داخل همدیگه، یعنی جوری با یه فاصله اینا رو قرار میدادن که دیوارهاشون بره داخل همدیگه. این باعث میشه که شما از هر سمتی که ردیاب میزنی، ردیابت پرت میشه به یه نقطه‌ای که هدف قرار نداره. از این سمت میزنی پرت میشه به اون سمت، از اون سمت میزنی پرت میشه 90 درجه به این سمت. هر جایی که ردیاب میزنید آنتنت 90 درجه میشه، از این طرف میزنی 90 درجه میشه. شما فکر میکنی که هدفت زیر هرم این مثلث که اینجا هیچ خبری نیست اینجاست. اینجا باید از جدا کننده اهداف استفاده کنی و معمولا تکنیکش اینه که من به صورت کج و مورب نسبت به محیطم میستم، چون به محیطم آشنا نیستم و نمیدونم چند تا هدف دارم. آنتنم رو به مدت 2 دقیقه نگه میدارم و اولین هدف رو که گرفت دیگه آنتن رو سریع پایین نمیارم. چرا؟ چون اگر سریع پایین بیارم همون هدف رو فقط شناسایی کرد و اگر از ازلای دیگه بزنم از روی اهداف دیگه میگذره و همون هدف رو میگیره. پس باید اول شناسایی کنی چند تا هدف داری. به صورت مورب میایسی، اولین هدف رو که گرفت مکس میکنی، تعامل میکنی، میره سراغ دومی، بازم یه مدت اونجا میایسته، بازم مکس میکنی، دوباره میره سراغ سومی. خب سومی دیگه که گرفت بازم نگه میداره، شاید هدف دیگه هم وجود داشته باشه. بعد از 2 دقیقه وقتی دیدی که فقط 3 تا هدف داری، حالا میتونی در مورد این اهداف برنامه‌ریزی کنی. پس یه هدف اینجا، یه هدف اونجا، یه هدف هم اینجا. البته آنتنت جایی میایسته روی دیواره ها میایسته، خود هدف رو نمیگیره. وقتی اینجا میایسته آنتنت، هدفت یه مقدار جلوتره. وقتی اینجا میایسته هدفت یه مقدار جلوتره، یا اینجا یه مقدار جلوتره. اینجا شما باید از جدا کننده اهداف استفاده کنی و 2 تا از این هدف ها رو ببندی. کلا میدان هاشون رو جمع میکنه این جدا کننده هدف و نگهشون میداره. میدان این هدفت جدا میشه، حالا به راحتی میتونی بری و دیواره هاشو پیدا کنی و خط کشی کنی. بعد از اون میتونی اون جدا کننده هدف رو آزادش کنی، چون دیواره کامل این هدف مشخص شد. امیدوارم هر جا که هستی موفق باشی و دقت به اپراتوری داشته باش که بهترین نتیجه رو بگیری. لایک یادت نره.